خب آقای بریباخ، بریباخا چطوری؟ خوش اومدید به آخرین، مرسی که دووم آوردید تا ریاکشن ویدیوی آخر. و اینجا قرار آخرین پازل از تصویر کلی آلبوم خون خورشید رو به اسم سنگسار که همه تون میگفتید بهترین و تیر خلاص آلبوم هست رو با هم دیگه گوش کنیم و راجع بهش صحبت کنیم. این ویدیو احتمالا طولانی میشه چون راجع به کلیت آلبوم و این پدیده یه سری صحبت داره. لینک تو دیسکریپشن، لینک موزیک، لینک هر موزیکی تو این لایف، نه لایف نیست، تو این ویدیوها، تو این کانال گوش داده میشه، تو دیسکریپشن هست، میتونید یک کلیک کنید روش و برید تو پلتفرم آرتیستا و از پلتفرم ها کارها رو گوش کنید. قبل از هر چیزی آرتفول، یک سر گورگ، یک سر انسان و یک زن با موهای سفید، باز هم اون درخت رو میبینیم که تمام عناصر تصویرهای کاورهای این آلبوم رو، البته به جز کاور خونه خورشید، یه درخت انگار همه چیز رو متصل کرده، انگار یه درختی که از توش یه سری چیز اومده بیرون، یه جا آدمک زده بیرون، یه جا گرگ، یه جا زن، یه جا کاغذهایی که روشون نقاشی درخت شده و یه سری نوشته روشه. این درخت منتها، دقت کنید، دقتتون پایینه، چونی مونید خوشم نمیاد، نفهمید و فرومایه. این درخت جوانه زده، ولی برعکس تمام درخت هایی که ما توی این آلبوم به عنوان آرتفورک دیدیم، این درخت جوانه داره روش، خشک نیست. باز هم خون رو میبینیم که از سر خانم داره میاد، گرگی که اون پشت سر، نمیدونم آیا نیمه دیگر وجود اون خانومه، نمیدونم آیا گرگ وجود سورناست، چون سورنا ترک قبل کجا به گرگ تشبیه کرد، نمیدونیم قضیه چه. در هر صورت پایین تر که بیان، انگار یه بدنه، خب سر این لاله اولادن، دو نه لاله اولادن برعکس بودن، دوتا آدم بودن، از سر متصل بودن، خدا بیامرزتشون. انگار یه بدنه با دوتا سر، یه سر انسان یه سر گرد که چسبیدن به هم، البته این دوتا سر. توی اون بدنه رو قفس سینه میتونیم یه دهن، زبان، دندان تیز و یک چشم ببینیم و دوتا دست چوبی و اینا. احساس کنم یک هیرو توی لیگ آف لیجند مثلا، یا مثلا لیگ آف لیجند این هیرو داره، نمیدونم. در صورت چند دقیقه و چند ثانیه است؟ 5 دقیقه و 20 ثانیه. احتمالاً بهترین چک آلبوم رو بریم. تو روز مرگ زندگی، تو صحراهای خشک، تن بیابون زیر شلاق خورش دید، خورشید روز مرگ جت و باد او می، جمعیتی منتظر به فرمان معزنی کشیدن بازوز بلند از خط خونش خاک قصه. تو روز مرگ زندگی، تو صحراهای خشک، تن بیابون. ساوند دیزاین رو دقت کنید، صدای بیابون داره میاد، صدای صحرای خشک گوش کنید، احمقای سطحی نگر گوش کنید. تو روز مرگ زندگی، تو صحرای خشک، تن بیابون زیر شلاق خورشید، روز مرگ حرکت، تو باد امید، جمعیتی منتظر به فرمان مرگ، زنی رو کشیدن با سوزه بلند از خط خونش تو خاک خسته، یک کلاغ نشست رو بوتهای گرد. زنی رو کشیدن با سوزه بلند، گرگ پس اون روی چهره زنه نیست، گرگ کسی که زنو داره اذیت میکنه. یه بلند از خط خونش تو خاک خسته، یه کلاغ نشست رو بوتهای گز، یه سواری ساد با مویه های اسبش، سنگ ها دست ها رو سرزنش میکردن، زمین گشت خندید به خند. حاجی مد مکس سنگ ها دست ها رو سرزنش میکردن، زمین گشت خندید. سنگ ها دست، آها، سنگ ساره دیگه، سنگایی که تو دست آدم ها پرت میشد سمت اون زن، سنگ یارو نماد سفتی و بی‌احساس و قسی القلب بودنه. سنگ داره اون دستی که سنگو پرت میکنه رو چیز میکنه، سرزنش میکنه. پر تو کی دیگه؟ خندقش زنو کشیدن به مسلخ و زمین نونو بلعید تو گردنش، همین که فرو شد یه لحظه سکوت شد. آها، سنگسار میدونی چجوریه؟ تا فکر میکنم تو گردن، تا یه جایی که نتونه اون آدم تکون بخوره، تو خاک فرو میکنن اون آدمو، بعد با سنگ اینا میزننش تا بمیره، بعد تشم سنگ گنده میزننش. یکی گفت بکشید این فاحشه رو، پرتاب شروع شد، سنگ اول نفرت و صد به گونش، آه کشید، کلاغ از بوته ها بلند شد، سنگ دوم شونش شکست، کلاغ چرخید دور بوته های گز، سنگ سوم شکست دندونای زن رو، سوار افتاد از این با مویه های اسبش، یه بچه تو جمع منجمد شد قلبش، نظامی رفت سمتش دندون داد دستش. صداش صد بزن حصار، جمع رفت کنار، پرتاب کرد. صداش صد بزن حصار، جمع رفت کنار، دندون داد دستش. صداش صد بزن حصار، جمع رفت کنار، پرتاب کرد دندون رو با فشار، تاب خورد و ایستاد دقیقا با ماسه گونه های زن، همه چی آروم. ببین
یه نظامی رفت سمت اون بچه‌ای که منجمد شده بود قلبش، یا اینکه یه نظامی رفت سمت اون سواری که از اسب افتاده بود. متوجه این نشدم. منتها مثل که نظامی گفته یه دندون داده به دستمون یکی اون دوتا، گفته اینو پرت کن. دندون اون نماده، نمیدونم منظورش چیه. رفت دندون رو پرت کن سمت زن، پرت کرده وایساده. تاب خود و ایستاد دقیقا با مازگونه های زن. همه چی آروم بود تا یک سنگ محکم از جمعیت خورد توی چشای زن. زانوی کودک شکست روی خاک، سر زن به روی شونه ها شکست. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوزه به سرات، سر زن به روی شونه ها شکست. میاد سرمای زوزه مردی خانم زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرخسیم با هم فردای روز اتفاق. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرخسیم با هم فردای روز اتفاق. دوباره کشتن جاده رو بچه حتما آخر این یکی میدون رو نگاه کنید. کل 4-5 ترک منتظر بودم که این صحبت هایی که آخر آلبوم آخر این ویدیو میخوام کنم و بکنم، یکی از موضوعاش راجع به همین داستان سرایی و جذابیت بخشیدن به قلم، به اثر، آثار و به حالا بازم پروژه های سورنا و بهرام و این چه پروژه های این چنینی کردن. یه مراسم ساده رو تا شنیدن صدای دوباره کشتن جاده رو تموم کردن. یه مراسم ساده رو تا شنیدن صدای بگویستا قاطی کرد. حال ما نبرد بود با پوچی، میرخسیم با هم فردای روز اتفاق. دوباره کشتن جاده رو تموم کردن. یه مراسم ساده رو تا شنیدن صدای گریه های نوزاد. جنگ گفت چار کنید نوزاد و مادر. پیشوا گفت که میسپاریم به دنیا، شب درازه با تیز دندون گرگا. نوزاد یه داستان دیگه است یا همون داستانه؟ جم گفت چال کنید نوزاد و مادر رو. یاد صدر اسلام دارم میفتم، زمانی که بچه دختر بود چالش میکردن. جم قبول کرد این پیشنهاد و کم کم پیش گرفت راه اتحاد. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوز. یه رقم بایست نفهمیم چی شد. مادر مرد بعد گفتن همراه اون نوزاد چیه؟ تو شکم مادر مثلا نوزاد بوده، یا اینکه همون بچه که تو جمع وایساده بود نگاه میکرد دل شکسته بود و میگه. بعد پیشوا گفته شد چال چیه، میسپاریم به دنیا، این میذاریم بمونن هم اینجا. احتمالا بچه یه بچه دیگه بود که طبیعت حساب مثلا جنازه خانم رو برسه و گرگا بدرنش. جمع هم قبول کرد و رفتن سمت دعات و اینا. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرسی با هم فردای روز اتفاق. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرسی با هم فردای روز اتفاق. شد رو زهر تابنده انگار که اتفاقی نیفتاده بود. یه تصویر مبهم پشت کوره راه هسته، یه سوار و کلاغ و نوزاد آینده. غروب پخش شد رو زهر تابنده انگار اتفاقی نیفتاده بود. همه چیز دنیا داشت روال عادی خودش رو تعیین می‌کرد، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده، در صورتی که فاجعه به تصویر کشید توی این ورسش سورنا. یه تصویر مبهم پشت کوره راه از ده، حالا تصویر چیه؟ یه سوار کلاغ، نوزاد آینده. نوزاد، من فکر می‌کنم نوزاد واقعی، نه نمی‌دونم، اگرم واقعا اون زن نوزاد داشته، نوزاد نماد آینده است دیگه. امید من به شما دبستانی است. نه ولی واقعا نوزاد نماد ادامه دار بودن، امید داشتن، آینده دار بودن. و کلا تو یه جمعی که هیچ امیدی نداره، اگه دیده باشید نوزاد خیلی امید میده بهشون. دیدید گروه‌های مقاومت به خاطر نوزاد یهو انگار لول اپ میشن، دیوونه میشن، ریج میکنن. نوزاد میگم نماد آینده است. کلاغ نماد کسی که لاش خوره. اون سوار نفهمیدم چی بود قضیهش. حقیقت سوار نظامیه بود. ولی حالا ببینیم بهرام چجوری ادامه. ببین داستان ترک هایی که روایی هن و خیلی داستانی هن، استوری تلینگ دارن، دو نفری پیش بردنش خیلی وابسته به اینه که هر دو نفر ویژن رو خیلی کلیر درک کنن. حالا ببینیم بهرام، من خیلی کنجکاوم ببینم چجوری میخواد ادامه بده این داستان بیمانند. وسط کبیر تنهایاشون، خون زن چسبیده کف دمپایاشون،
با پاهای خونی میرن سمت ده و خیالشون راحته که شب میخوابن آروم. دست میندازن روی شونه های هم به هم میگن عاقبت زن چه سیاه بود. غافل از این که یه جسد کافی نیست واسه این همه گرگ وسط این همه بیابون. همه چون گایده اید رد پاها رو میبینن جری میشن رد خونو میگیرن طوله هاشون همه کوچیکن گشتن گله گندست بخشی برشتن همه با هم را میفتن آخر تصمیم مشخص مسیرم که راحت ده معلومه همون جا تجاد دست و راه خیلی دور نمیرسن زیره که ساعت بومیان بوی گل و آهن همه خوابن پنجره ها بازن خونه ها کوچیکن همه تو اتاقن این واسه یه گرگای شکار ساده است دور چراغا میچرخن پروان میگن چرخه خوشونت پایان نداره همینو میگه وقتی شکم گرگ رو سیر کنی گرگ به دست تو عادت داره بهش غذا ندی خودتو میخوره آنها جیر جیرک ها میخونن آواز بیچاره ها گوشت نرم نوزاد قبلی مزه کرده گرگا میرن یه راست به سمت گهواره ها میپرن نخواب مادر ها پریشون جیغ میکشن که گرگا زدن شبیخون مردای ده با سنگ کف دستشون که باقی مونده از مراسم همین امروز ولی این سنگ ها این دفعه چقدر ضعیفن با سنگ نمیشه این گرگا رو بکنن بیرون برق میزنه تو شب چشم سرخشون میو تقصیر اون پیشوا بود اون کسخل اگر یکی خفه میکرد چال میکردید ببین رسم و رسوم علکی نیست این که میگن جنازه رو باید داد به دست خاک دلیل داره رفتار بربری کردید رفتار سنگکی میکنن تیکه های گوشت نوزاد لب دندون وقتی وحشت میگیره همه جا رو همه قبول میکنن اولین ایده ها رو یکی سر چوبش رو آتیش زد و اوورد گفت فقط با آتیش میشه ترسون گرگا رو دستاش ترس یخ کرده بود و لرزید چوب دستش افتاد تو هم همه زوزه ها چقدر این شعله ها وحشی و سریع اناخ چقدر خشک و پوشالی هم دیواره این خونه ها من از اون دور دیدم رقص بدن ها رو دیدم آتیش عدالت گرفته فضا رو آتیشی که از مشعل دست اون مرد افتاد زمین و کل خونه ها رو داره میسوزونه بهرام ازش به عنوان آتیش عدالت یاد میکنه زنه رو کشتید به آتیشش دارید میسوزید موقع چکید روی آل اسبم وقتی بوی گوشت سوخته پر کرد هوا رو دیدم منقار لاش آها عشق شوقم چکید روی آل اسبم سواره بهرام بوده چرا واسه نگاه کردی پس؟ آقای یاقی موقع چکید روی آل اسبم وقتی بوی گوشت سوخته پر کرد هوا رو دیدم منقار لاش خار کلاغا رو دلم واسه مردم این ده که نسوخت هیچ یه آتیش کوچیک روشن کردم و تماشا کردم زیبایی انتها رو یاد ایکس من افتادم خب ترک رو به انتها رفت صدای دور شدن سوار از ده و سوختن ده تو آتیش و جنازه هایی که غذای لاشخورها و کلاغا میشه و البته گرگا رو شنید ما هم دیگه خب این بود ترک آخر سنگسار ترکی که داستانی بود ترکی با دو ورس دو پرده در واقع پرده اول مراسم سنگسار خانوم و پرده دوم شب همون روز بعد از این که مردم سنگسار کرده ی زن اسیر حمله ی گرگ ها شدن ترک معلوم بود داره به چی حمله میکنه داره به سنت ها و وحشی جواب وحشیگری وحشیگریه اشاره میکنه داره حالا راهکار که پیشنهاد نمیده ولی میگه راهکار این که اگر یک زن خلاف سنت عمل کرد مثلا فاحشه‌گری کرد یا شما فکر کردید فاحشه‌گری میکنه جوابش این نیست که به وحشی‌ترین حالات ممکن باش برخورد کنید چرا چون این وحشیگری فقط شروع یه چرخه است شروع یه لوپه و جواب این وحشیگری رو دیر یا زود میبینید تو داستانمون زود گرفتن جواب وحشیگری رو و گرگ نماد اینجا مثل اینکه اونقدر هم نماد بدی نبود یعنی یکی از پیچش‌های جالب قضیه این بود که من اول تک فکر کردم گرگ کسیه که داره نماد ظلمه داره ظلم میکنه به اون زنی که چیکار کرده که میگن فاحشه بهش ولی حالا قطعا این ترک نمیاد به اون زن حمله کنه این ترک داره از زن دفاع میکنه چی قیافه دهه 80 یا نسل چهار گوش کنه ای که هیچ چی از تکسی نالون نفهمیدن دیدنی حاجی مسابقه است مگه من موزیک به حاجی یه چیزی بهتون بگم بابا تو رو قرآن به خاطر سلیقه موسیقیتون فکر نکنید عقل کلید موسیقی گوش کن لذت ببر تموم میشه اصلا خبری نیست موزیک دیگه یارو باخ گوش میده اینجوری قیافه نمیگیره که شما اینجوری قیافه میگیرید ولی واقعا حالتون رو خریدارم حال کسایی که فکر میکنن به خاطر اینکه موسیقی درد منشانه و دغدغه‌مند گوش میدن آدمای آگاه‌تر و
آدمای اصلا فعال اجتماعی هستن. واقعا حال اونا رو دوست دارم، خیلی دوست دارم انقدر از خودم راضی باشم. حیف درگیر این ناراضی بودن و احساس ناکافی بودنم من همیشه. کاش میشد این حس رو داشته باشم که با گوش دادن یه سری موزیکا دارم دنیا رو جای بهتری میکنم. خب راجع به آلبوم میخواستم باهاتون یه سری صحبت کلی کنم. ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید و لطفا از اینجا به بعد هم همراه باشید. راجع به اولین چیزی که میخواستم صحبت کنم، ببین شنیده این دوتا غول کنار هم دیگه، خب طبیعتا هنوزم که هنوز خوشحال کننده است. خبرش که اومد مثل بمب ترکید توی رپ فارسی. منتها برای من به شخصه و برای مجموعه آدمایی که زمانی که رپ انقدر تنوع نداشت، سورنا و بهرام بوت‌های انکارناپذیری بودن. از اون زمانی که واقعا انتقادی وجود نداشت، اصلا کسی نمیتونست انتقاد کنه چون ما چیز دیگه ای ندیده بودیم به جز بهرام و سورنا. کلا رپ هم اونا بود و یه نابغه ها بود و بهرام و سورنا یاس. همه هم خوب بودن. اون زمان به طرز عجیبی هیچکی با هیچکی دشمنی اونقدر نداشت. مخاطبا رو میگم. ولی کاری ندارم. به نظر من همکاری بود که مثلا مثل بازگشت تیک تاک و دوست شدنشون دوباره با همدیگه و شنیدن این ترک ازشونه. یه سری چیزها هست وقتی زمانش بگذره جذابه، ولی دیگه اونقدر جذاب نیست، دیگه اونقدری که باید حال نمیده. نظر من راجع به این همکاری اینه، به نظرم اگر در دوره پرایمشون، دوره‌ای که انکار ناپذیر بودن واقعا جفتشون، اگر باب آشنایی گشوده میشد، با هم دیگه کلاب میزدن، اصلا واقعا افسانه ای میشد. همچنان من خوشحالم از کنار هم شنیدن این دو آدمی که تقریبا موضع های مشخص و یکسان و ثابتی دارن. حالا مرد شده این دیدگاهشون تو هم دیگه. ولی میگم یک کم احساس کنم از زمانش گذشته. ببین من ترک یکو شنیدم، خیلی اونجا راجع به صحبت نکردم، گذاشتم تو ویدیو آخر صحبت کنیم. حالا این ترکی که یه کورس پاپ تور داشت، شعر بیداری، این دوتا ترک به من این حس رو ندادن. ولی بقیه ترک ها، یعنی ترک 1 و 2 و 3 اگه اشتباه نکنم، یا 1 و 2 و 4، به من حس ریمیکس های تلگرامی رو میدادن. انگار یک یه ورس از ترک های سورنا رو گذاشته که یه ورس از ترک های بهرام. مقدار بی توجه انگار بودن دو طرف قضیه به این که خب من دارم کلاب میزنم، بذار تو فرم این کلابریشن رو نشون بدم. اینجوری نبود، یکی یه ورس داده بود، یکی یه ورس دیگه، موضوع یکی بود، ولی تکمیل نمی کردن که چیزی رو فرمی با همدیگه مخلوط نشده بود کارشون. کاری که تو همون ترکی که 3 ورسی بود ورس 3 بک تو بک میزدن بود که انجام دادن. اون تلاشی بر این بود دیگه که از لحاظ فرمی اینا با هم دیگه لینک بشن، سینک بشن. تلاش ناموفقی هم بود به نظر من. یه چنین حسی کلا من داشتم. حس بعدی که دارم باز میگم بجز این ترک، این ترک به نظر من ترک خوبی بود، جداگونه راجبش یکم جورتر صحبت میکنم. بجز این ترک، ترک های دیگه این آلبوم 4 ترک بودن. تمام آن چه من از بهرام و سورنا تو اون ترک ها شنیدم چیزایی که سالهاست دارم ازشون میشنوم. احساس میکنم صرفا تشبیه ها جدید شده بود، حالا اونقدر واقعا جدید نشده بود. تشبیه ها یه چیز بود، اشارات یه چیز بود، وکب یه چیز بود. و میگم وقتی تمام طول کریر یا حداقل قسمت زیادی از کریر یه سری چیز ثابت داره گفته میشه، اینکه یه آلبوم 5 ترکه بگیم همون چیزهای ثابتو حالا با هم دیگه بگیم، من نمیدونم چه پوینتی داره بجز این ترک. خب اگر در توجیه این نظر میخواهید بگید که کسایی که از پول و داف و مواد میخونن اونا هم اگر این هم بخونن هی چرت و پرت میشه واقعا، اگر بیت انتخاب نکنن، فلوی جدید امتحان نکنن. ببین شما موزیک و فقط محتوا، اصلا مشکل اینه موزیک و شما فقط محتوا میبینید. محتوا جالبه، من انتخاب موضوع و دغدغه و هسته اصلی داستان رو دوست دارم. مثلا اینکه یه نفر بیاد از دختری که تو پارک محل دیده و عاشقش شده مثلا بخونه، به شرط اینکه تو فرم نمو کنه این محتوا، من دوست دارم این کارو، خیلی کار باحالیه. ولی کار سختیه، کسی نمیتونه درست انجامش بده. خب پس محتوا رو بی خیال میشن، معمولا میان حداقل فرم رو دستکاری میکنن، فلوهای جدید امتحان میکنن، موزیک ویدیوهای جدید میبندن، لفظهای جدید استفاده میکنن، تکنیکهای جدید مثلا تو پانچ لاین زدن استفاده میکنن. اینا خودش یه سری تنوعه. خب من بحثم اینه که میگم این چک 4 تا ترک اول آلبومو انگار چیزی بود که من هر روز قابل پیش بینی بود دیگه. اسم سورنا و بهرام میاد تو میدونی قراره چیکار کنن. این سم برای هر کسیه، هر کسی هر جای کریرش سم. اینکه تو بدونی طرف قابل پیش بینی بودن و اینکه بدونی قراره از چی خونده شه و چه فلوهایی خونده شه، به نظر من بدترین چیزیه که یه آرتیست میتونه درگیرش شه. کاری که بهرام و سورنا کرده بودن، یه جای توی ترک قبلترم اشاره کردم، بیشتر سعی کرده بودن از کالبد خودشون بیان بیرون و به جای اینکه از زاویه دیده خودشون صحبت کنن، از زندگی خودشون صحبت کنن،
بیشتر داشتم انگار از زبون یه جامعه صحبت میکردم، انگار داشتم به مسائل و دغدغه های اجتماعی اشاره میکردم. و میگم اون شخصی بودن، اون فردیتی که برای من جذاب، اون زاویه دید آدم ها کار رو برای من جذاب میکنن رو من خیلی نمیدیدم. زاویه دید وجود داشت ولی زاویه دید یک انسان انگار نبود، انگار یه زاویه دید این بود که خب ظلم وجود داره، پس تو ای زخمیه، زخم خورده مبارز، از حرکت نایست و بلند شو. این چه زاویه دید شخصی توشه؟ هیچی تقریبا، یه دیدگاه جنریکی که انگار یکی از دور وایستاده، حالا خودش هم داره مبارزه میکنه واقعا به زبون خودش، ولی خب مبارزه دو نفر رو میبینه، این بدبخت دهنش سرویس شده، میگه بلند شو مبارزه کن همچنان، حالا خودش هم میگم داره مبارزه میکنه، ولی چه زاویه دید شخصی توشه؟ من این زاویه دید شخصیه رو خیلی حس نمی‌کردم و حالا کاری ندارم با این بحث زاویه دید. ببین وقتی تو میخوای از یه مسئله جدی بزرگ، این دوتا رو کیوردا رو دقت کنید، مسئله جدیه دیگه، شوخی نداره. به خاطر همینه که من اگر شوخی میکنم بعضی مخاطب ناراحت میشن تو این ویدیوها، به خاطر این مسئله خیلی جدیه. منم قصد شوخی میکنم چون به نظر من شوخی بهترین راه گذران وقت و حتی حرف جدی زدنه و بزرگ این مسئله. مسئله شخصی نیست، مسائلی که بهرام و سورانا دارن بهشون میپردازن مسائل بزرگی هست. وقتی شما این دوتا موضوع رو، دوتا ویژگی رو برای موضوعی که داری ازشون صحبت میکنی انتخاب میکنی، ناخودآگاه لنزا رو حساس‌تر میشن، ماشه روت میاد، لنز میاد، انتقاد میاد، گارد میاد. مثل چی میمونه؟ تو وقتی میگی من میخوام رپو جهانی کنم، یه سری آدم با دقت بیشتر کارتو نگاه میکنن، گارد میاد بالا، کوچکترین حرکت اشتباهی هم اگر کنی بهت میگن ها چی شد، میخواستی رپو جهانی کنی، چرا به جای 1900 کیوی خوردی؟ ولی اگر این ادعاهای جدی و رپ جهانی و رپ ایران جهانی کردن ادعای بزرگ و جدیه دیگه، اگه این ادعا رو بذاری زمین بگی آقا من یه آدمی ام که میخوام مثلا کار خودمو کنم و فلان و اینا، اونقدر کسی جدی بهت حمله نمیکنه به خاطر اینکه حساس نکردی کسی رو با یه ادعای بزرگ. مسئله ای که خود بهرام هم توی تایپ بهش اشاره کرد که مردم الگو میکننت، بعد همونا از همون مثلا یه کاری میکنن سقوط کنن. به خاطر چی این اتفاق؟ به خاطر اینکه بهرام یه ادعای بزرگ کرده، به خاطر همین ریزبین میشن مردم. کاری نداری. وقتی شما این مسئله بزرگ و جدی رو انتخاب میکنی برای پرداختن بهش، باید دقت کنی به ظرفیتی که ژانر موسیقی در اختیارت قرار میده. به نظر من کلا مشکلی با رپ دغدغه من واقعا ندارم، با کانشس رپ هیچ مشکلی ندارم، دوستم دارم. من مسئله‌م چیز دیگه ایه. اگر جایی میبینید من موافق نیستم، به خاطر اینکه مثلا چیز دیگه یه بارها گفتم، نمیخواید گوش کنید، نمیخواید دیدگاه من رو قبول کنید به عنوان دیدگاه، نمیگم دیدگاهش من دیدگاه شما بشه، میگم قبول کنید به عنوان دیدگاهی که وجود داره. بحث من اینه توی مسئله بزرگ و جدی رو برای اینکه ریزبین نشه کسی توش، برای اینکه آدما قبول کنن، باید از راه جذاب و گوشنواز وارد گوش آدما کنی. کار هنرمند چیه؟ کارای هنرمند اینه که یک اتفاق ناجذاب و جذاب بیان کنه. اتفاقاتی که هر روز من و شما درگیرشیم، که آقا من رفتم باشگاه، مثلا اومدم خونه این کارو کردم، بنزین تموم کردم موندم تو راه، فلان شد، این میشه خاطره، یه واقعه‌ای که رخ داده من دارم تعریف میکنم. حالا چی تبدیلش میکنه به ادبیات؟ چی تبدیلش میکنه به داستان خوب؟ چی تبدیلش میکنه به فیلم خوب، انیمیشن خوب، موزیک خوب، جذاب بیان کردن؟ دیدین فیلم ها رو که بیست آن ترو استوریه؟ ترو استوری نیست، بیست آن ترو استوریه، به خاطر اینکه داستان زندگی آدما به خودی خود ناجذاب ترین چیزه، ناجذابه. تو به عنوان نویسنده، فیلم ساز، آهنگ ساز، خواننده، آرتیست، وظیفت اینه که اون اتفاق ناجذاب و روزمره رو جذاب بیان کنی. حالا ابزاری که آرتیست‌ها دارن، موزیکو میگیم اسپسیفیکلی و مشخصاً، تو سبک‌های مختلف متفاوته. اگر تو ارکستر، گروه ارکستر داشته باشی، میتونی با سازهای مختلف بدون کلام، حالا شاید کلام آواگونه بتونی استفاده کنی، میتونی با سازها یه سری حس رو منتقل کنی به طوری که شنونده شنید بتونه چیزی که تو ذهنتو گذشته رو درک کن. وقتی کلام تو کار نیست همینه دیگه. من بابام معتاد بود، مامانمو کشت، این واقعه یه حسی به من داد، اون حسو کردم نوت و موسیقی زدم، یکی شاید بفهمه این حسو، یکی شاید یه حس مشابه ولی حسی که دقیقاً این نیست رو بفهمه. خب کاری که من کردم اینه که اونو تبدیل به حس کردم، یه حس گوشنواز که مخاطب اول گوش کنتش، بعد یه حسی توش القا شه.
این اول جذبش گوشش کنه، بعد حالا بریم سراغ این که اون حس رو درست میفهمه یا نه. بیاریم تو پاپ. تو رو قرآن تمرکزتون رو نگه دارید گوش کنید چی میخوام بگم. بیارید تو پاپ. ایمجین هست از آقای امید لنون، نه جان لنون، برادرزاده امید لنون. ترجمه اونم کار ندارم، ترجمه فارسیش تو موسیقی فارسی قمیشی تصور کن، همونه اقتباس اونه، هم دقیقاً همون نیست. قمیشی داره از حرفای گنده صحبت میکنه، داره میگه حرفای سیاسی در مقیاس جهان داره میزنه، مقیاس ایران هم نه، در مقیاس دنیا داره چیزای سیاسی میگه که یه مسئله جدی و بزرگه. همون دوتا کیبوردی که بهتون گفتم. چجوری میاد این موضوعها رو، مسئله جدی بزرگ و یه جوری موزیک میکنه که تو راه شمال میتونی اون موزیک رو گوش کنی؟ چیکار کرده؟ یه سری ابزار داره به عنوان یک موزیسین پاپ، به عنوان آرتیستی که حالا آهنگساز، آرتیست، وکالیستی که سبک پاپ داره کار میکنه. دقیقاً اگر بخوایم ببینیم چیکار کرده، موزیک فکر کنم دو تا ورس داره. هر ورس یه قسمت پایین داره که داره طرح مسئله میکنه، یه قسمت اوجگیری داره که یه مقدار حماسی میکنه قضیه رو، میگم با اوجی که تو صداش میگیره دراماتیک میکنه، یعنی فضای ذهنی تو رو برای شنیدن اون حرف جدی داره آماده میکنه. این بین پر از دیالوگه، یه بیت میزنه، یه دیالوگ با اینسترومنت داریم، یه نوت مثلا دو سه تا نوت ویولون میزنه، دوباره یه بیت، دو سه تا نوت ویولون. این گفتمانه یه ابزاریه که داره اون حرف جدی و گوش نواز میکنه. ساختار نوشتن، میگم اول طرح مسئله میکنه، تصور کن اگه حتی تصور کردن سخت جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت داره، میگه دعوتت میکنه به تصور کردن. حالا به خودت که میای ترک تموم شده و داره به تو میگه تو مسئول اینی که همچین دنیایی بسازی. میگه تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. یعنی هم ساختار نوشتن، هم آهنگسازی، هم گفتمانی که وکالیست با اینسترومنت ها داره، هم داینامیسیتی، پایین و بالا بودن، میگم پایین شروع میکنه تو اوج تمام میکنه، تمام اینا ابزارهایی که اون مسئله جدی و بزرگو داره میذاره توی غلاف گوشنواز، یه غلاف، یه بسته‌بندی گوشنواز درست میکنه. این دوتا حرف جدی رو میذاره توش، میده دست تو بسته رو میبینی آب از لک و لوچت داره میچکه. حالا باز میکنی و محتوای توش که بزرگ و جدیه رو بر میداری واقعا، ولی جذبمون بسته‌بندی میشه. این همه گفتم که چیو بگم؟ میخوام اینو بگم که با تمام قلب و مغز من احترام قائلم برای سورنا و بهرام. به نظرم 4 تا ترک اول، با ترک آخر خیلی کار ندارم، جداگونه راجع به صحبت میکنم. 4 تا ترک اول شما به من بگید کجا تو چه موقعیتی شنیده میشه اون ترک ها. ببین هنر یکی از تعاریفی که هنر را از غیر هنر، مثلا موزیک تبلیغ و از موزیک هنری، موزیک هنره جدا میکنه چیه؟ چرا پورن هنر نیست؟ به خاطر اینکه پورن هدفش مشخصه، واسه برانگیخت کردن یه حس خاص. خب هیچ برداشتی نمیشه ازش کرد، جاهای مختلف نمیشه اون فیلمو دید، یه جغبازنه باید پلی کنید. سورنا و بهرام علاوه بر انتخاب موضوع جدی و بزرگ، برای اینکه بتونن گوش مخاطب رو آماده کنن برای چنین حرفایی، نمیان بگن ترپ هود بچ فلان. با این ادبیات نمیتونی از مسائل بزرگ بخونی، پس الفاظ سقیل‌تر استفاده میکنن، ادبیات سنگین‌تر استفاده میکنن، تشبیه ها و استعاره های سنگین‌تر استفاده میکنن. یک به خاطر اینکه دست و پای خودشون گیر نباشه، دو به خاطر اینکه میگم بستر ذهن تو آماده باشه برای حرف جدی شنیدن، وگرنه اگر بیا ترپ کنه حرف جدی تو دوست نداری اصلا بشنوی. من اینو میفهمم کاملا، ولی بحثم اینه وقتی تو داری دایره لغاتتو ثقیل انتخاب میکنی، بیشتر باید تلاش کنی واسه اینکه موزیکت گوش نواز شه، بیشتر باید تلاش کنی واسه اینکه آدمه نشینه فکر کنه چی داری میگی، آدمه موزیکتو گوش کنه بعدن بفهمه چی داری میگی. موزیکو تو هیچ وقت نمیشینی فکر کنی و منطقی پردازش کنی ببینی حاجی طرف داره چی میگه، اینو واسه کنی به این، اینو واسه کنی به اون، این آرایه رو استفاده کرد پس اینجا فلان کارو داره میکنه. خب بحثم اینه وقتی موضوع تو بزرگ و جدی انتخاب میکنی، ادبیاتت، دایره لغاتت سنگینه، پر از کلمه هم میکنی شعر تو، پر از کلمه از شعرشون، 4 تا موضوع اینجا که هر کدومش باید یه کاری کنه، تو 10 برابر تلاش کنی واسه گوشنواز شدن کارت، واسه سرگرم کننده بودن کارت. یکی از ابزاری که برای سرگرم کردن مخاطب توی این جور موزیکا استفاده میشه، داستان سرایی بودن. کاری که فرشاد زیاد انجام میده، من داشتم مصاحبه فرشاد با کادانسو میدیدم که به پیشنهاد یکی از بچه‌هام رفتم مصاحبه رو دیدم، بهم گفته بودن که فرشاد
مثلا تیکه بتونه نقطه احساس میکنم و فلان. من رفتم اون مصاحبه رو دیدم، اصلا من نمیخوام چیزی بگم به فرشاد که مثلا جواب بدم، من واقعا اینو میخوام بگم که من فرشاد رو یه بار توی کافه دیدم، اصلا به خاطر دیدن فرشاد نرفته بودیم، یه داستانی بود، فرشاد اون گوشه نشسته بود و امروز تو این ویدیو دیدمش، واقعا ناراحت شدم، احساس میکنم ناراحت واقعا فرشاد، اصلا تو من داداش امیدوارم روز به روز زندگیت بهتر شه و خوشحالتر باشی. اگر درصدی حالا مثلا اون تیکر با هم بود کاری ندارم، ولی فرشاد کاری که مثلا تو آلبوماش میکنه دقیقا اینه، موضوعهای جدی که میخواد راجبش صحبت کنه، برای جذاب شدنش تو همون مصاحبه هم داشت میگفت، برای اینکه مخاطب کشش داشته باشه این همه ترک رو گوش کنه، سعی میکنه کانسپت آلبوم درست کنه، سعی میکنه ترک ها رو مثل دونه های تسبیح با یه رشته به هم دیگه وست کنه، اون رشته میشه داستان، روایت. خب یکی از ابزارهایی که به نظر من تنها ابزاریه که فعلا بچه‌ها دارن استفاده میکنن برای جذاب کردن و سرگرم کننده کردن موزیکای جدیشون، همین روایی کردن قضیه است، همین تو قصه تعریف کردن است. ترک مستی رو یادتونه سورنا، ناخدا جلال رو که یادتونه، اینم این ترک، ترکی که زیاد داره سورنا که داستان داره توش تعریف میکنه. معمولا اصلا خود فرشاد تنها جایی که شادات داد تو اون مصاحبه به سورنا، آلبوم نگار بود که کانسپت آلبوم بود که داستان داشت دیگه، یعنی بولترین چیزی که ما سورنا برامون جذاب شده همیشه همین بوده. من سورنا رو به طوری که مستی شناختم به خاطر اینکه داستان بی‌نظیر داشت، البته داستان بی‌نظیر که میگم ظرف موسیقی هیپ هاپ ظرف مناسبی برای داستان خوب تعریف کردن خیلی نیست، ولی از این ظرف محدود خوب استفاده کرد برای داستان تعریف کردم. جلوتر اومد ناخدا جلال، یکی از بولدترین چیزاییه که اخیراً از سورنا تو ذهن منه. الانم که ترک سنگسار که بازم روایت توش داشتیم، به نظر من بهترین ترک این آلبوم بود. خب نتیجه، خیلی صحبت کردم، امیدوارم همشو گوش داده باشید، گوش ندیدم فلس سرتون، کلی ویدیو دیگه هست که راجع به این چیزا من بخوام راجع به توش باهاتون صحبت کنم. بحث من اینه، محتوای بزرگ و جدی اگر بتونی جذاب تو موزیک ازشون صحبت کنی، دمت گرم، واقعا طلا بسازن، از کیرتو به صورت مجسمه طلایی درست کنن. اگر نتونی تبدیل میشه به مقاله، تبدیل میشه به بیانیه، تبدیل میشه به یک واقع نگاری مثلا. و تنها جایی که به نظر من سورنا و بهرام موفق شده بودن این کار انجام بدن ترک آخر بود، ترک جذاب بود، گوش دادنش برای من لحظات خوبی رو داشت، لحظات خوبی رو چی میگن میساخت، فکر نمیکردم هینه گوش دادنش زیاد، داستان چون روایت ترتمیزی داشت، پلات ها پلات های بالی بودن و اینا. و اینم بماند داخل پرانداز از بحث قبلی که تو باید ترک رو جذاب کنی وقتی داری محتوای جدی تو ترکت وارد میکنی. تلاش های بهرام و سورنا یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که فقط تو نوشتن تلاش میکنن. در مورد فرشاد هم نظر من همینه، فرشاد هم فقط تو نوشتن تلاش میکنه، یعنی تو بگو ابزاری که تو اجرا خیلی تلاشی نمیکنن. بهرام یکم تلاش کرده بود تو اون ترکی که یه مقدار ملودی داده بود به صداش، یه مقدار نوت اضافه کرده بود به صداش، مثلا اینا تلاش برای اجرا، تلاش برای تغییر توی اجرا و گوشنوازتر کردن. ولی همین یکی از مشکلات اینه که فلوها همش یه سری فلوی ثابته که واقعا من انسانم دیگه، انسان امروزی گوشش سریع عادت میکنه، اگر تغییری تو ظاهر اتفاق نیفته نمیتونی محکوم کنی اون انسانو که تو واسط نیست چی داره میگه، چه جوری گفتن چی میشه، پس چمش که نمیشه چی گفتن چه جوری گفتن. اما میگم یکی از نقاط ضعفی که وجود داره اینه که تلاش بچه‌ها برای جذاب کردن یه موزیک و سرگرم کننده کردن موزیک فقط تو نوشتنه، تو اجرا هیچ تلاشی نمیکنن. و جمله آخر، حرف آخر اینه که به نظرم کسایی که تقریبا میشه گفت کل کریر یا حالا نه 50% کریرشون وقف اعتراض، دعوت به مبارزه و ایده های این چنینی میکنن، همون جمله که گفتم هنرمند باید جذاب تعریف کنه یه اتفاق معمولی رو. این دعوت به مبارزه چیزی نیست که ما باش غریبه باشیم توی این کشور، از سوراخ های مختلفی سعی شده برای این هی داره سعی میشه برای دعوت به مبارزه و ایستادگی و نمیدونم اعتراض و اینجور چیزا. و تمام انتظاری که من از هنرمند دارم تو این حوزه اینه که اون کاری که زیاد داره اتفاق میفته رو جذاب انجام بده و ناخودآگاه من موزیک رو گوش کنم و بعد از شنیدن موزیک دیگه اون آدم قبلیه نباشم، به خودم بیام ببینم 5 دقیقه موزیک اینه هورو رفته تو گلوم. مثل تک آخر، این که چقدر بهرام و سورنا موفقن توی این موضوع که ایده مبارزه، ایستادگی، اعتراض، نه ایستادن، یعنی مثلا راه رفتن نه ایستادن، اینو تو پوسته های جذاب در قالب موسیقی به گوش من و شما تزریق کنن، اینو شما بگید تو کامنت. و امیدوارم اوقات خوبی رو با هم دیگه تو این 40 دقیقه ریاکشن ویدیو داشته بودیم، بوده بوشیم و تبدیل تجربه شنیدن کلی آلبوم واسه من 10 نه شوخی کردم
نمیگم تبدیل اولین بار نمیگم به خاطر اینکه آلبومیه که برای من کلا ترک های سورنا و بهرام برای من اینجوری هم که یک بار شنیدنشون واجبه، یعنی واجب من یه بار باید گوش کنم حتما، این ریاکشن و میاکشن و اینم وجود نداشت من قطعا یک بار میشینم ترکشونو، ولی عنصری که باعث تکرار اون موزیک واسه من وجود نداره. منم یه آدمی هم که سلیقه شخصی خودمو دارم دیگه، احتمالاً سلیقه شما متفاوته. مثلا میگم به چش تئاتر میبینم من موزیکای بچا رو به صورت یه قصه شب مثلا. شما نظرتون کلا راجع به ریاکشن ویدیو آلبوم این چک سنگسار آهنگسازی آهنگسازی هم واقعا قوی بود دیگه دستم. نه واقعا آهنگسازی هم به نظر من کلا آهنگسازی در مورد ترک های بهرام علی سورنا به نظرم بک گراند سازیه، چون من هیچ المان هایی نه ملودی لوپی یادمه نه درام لاینی نه اصلا تایپ بیت چیز خاصی میام به عنوان یه بک گراند موسیقی بک گراند نگاه میکنم من با آهنگسازی اینجور آلبوم ها که صرفا یه بستری رو ایجاد کنه برای روایت دو آرتیست. دوستتون دارم، خدافظ فورگنگ.